ایرانیاران گرامی و همیهنان بسیار ارجمندم، درود بر شما. امروز مهشید یا دوشنبه، آسمان روز از روز شمار اوستایی، 23 امرداد ماه 2551 ایرانی برابر با 13 آگوست 2012 میلادی است و من هومر آبرامیان، پیشکار فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، در پیشگاه شما هستم تا نخستین بخش از رشته برنامه‌های خود را از راه تلویزیون پربینندی کانال یک به پیشگاه شما دوستداران فر و فرهنگ ایران شهر ارمغان کنم. پیش از آغاز سخن از ایرانیار گرامی و دوست بسیار ارجمندم سرکار شهرام همایون سپاسگزاری می‌کنم که با مهر سرشاری که به فرهنگ ایران و کارگزاران این فرهنگ دارند، با گشاده دستی زمینه ای فراهم آوردند که من بتوانم همه روزه از دوشنبه تا آدینه ساعتی در پیشگاه شما باشم تا از ایران و فرهنگ ایران بگوییم و بشنویم. برای این یار گرامی و برای همه کارگزاران و همکاران این رسانه مردمی توانمندی بیشتر و پیروزی های روز افزون را آرزومندم. خداوند جان و خرد همیشه همراهشان باشد و بماند. دوم این که بایسته می دانم در همین جا روشن کنم که چرا سال را 2551 ایرانی نامیدم، نه 2571 شاهنشاهی یا 3750 زرتشتی یا 1381 یزدگردی و یا 1349 کوچی. از آنجا که در این رشته برنامه ها سر و کار ما بیشتر با داده های فرهنگی خواهد بود، جا دارد که گفتار امروز را ویژه همین جستار کنیم و بپردازیم به پیشینه گاه شماری در ایران تا برسیم به سال 2551 ایرانی. ولی چون در هر زمینه ای کار پژوهش را از بیخوبون پدیده ها پی خواهیم گرفت، گمان نمی کنم که بتوان در یک نشست 45 دقیقه ای که زمان ماست از ریشه آغاز کرد و به سرشاخه ها رسید. بنابراین اگر در گفتار امروز به سال 2551 نرسیدیم، در نشست فردا این جستار را پی خواهیم گرفت. برای شناخت پیشینه گاه شمار ایرانی باید کار پژوهش را از جایگاه والای زمان در هستی شناسی ایرانی آغاز کنیم. در پوشینه دوم روایات هرمزدیار می خوانیم: دیگر بدانند در آفرینش جهان و اختران و گردش افلاک و روشنی و تاریکی و نیکویی و بدی که در جهان پدیدار است، بجز از زمان همه چیز آفریده است. آفریدگار زمان را هم گویند زمانه. زمانه را کناره پدید نیست، بالا پدید نیست و بن پدید نیست، همیشه بوده است و همیشه باشد. هر که خردی دارد نگوید که زمانه از کجا آمد. اندیشه زرمانگرائی یا باورداشت به این که همه چیز در زمان آفریده می شود و همه چیز در زمان از میان می رود، از ایران به یونان رسید و به نام کرونوس خدای بزرگ در بالاترین جایگاه پانتئون یا دستگاه یزدانشناسی یونان نشست و چون کرونوس شنیده بود که به دست یکی از فرزندان خود از پایگاه خداوندی سرنگون خواهد شد، آغاز کرد به خوردن فرزندان یا آفریده های خود، که البته کنایه از همان زایش و میرش پدیده های هستی در گذرگاه زمان است. تا اینکه دیوس یا زئوس ششمین زاده او که خدایی درخشان بود
از چنگال پدر بگریخت و با او به نبردی سخت برخاست، کرونوس را شکست داد و دیگر بچه های فرو برده شده در کام پدر را نیز بیرون کشید و او را تا جاودان در تارتاروس در بند گذاشت. تارتاروس یونانی را می توان با شیول عبری و حاویه عربی که جایگاه مردگان است برابر دانست. اندیشه زمانگرایی اگرچه از ایران به یونان رفت، ولی سیما و سرشتی آنچنان دیگرگونه پیدا کرد که زئوس که خود پدید آمده از زهدان زمان بود، بر زمان چیره شد، او را نه تنها به بند کشید بلکه روانه جهان مردگانش کرد. پیداست که داستان پردازان یونانی از توانمندی های پیدا و ناپیدای زمان آگاهی بسنده نداشتند، وگرنه زمان را در بند هیچ خدایی گرفتار نمی کردند. ولی در هستی شناسی ایرانی چنین نیست. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی می دانستند که زمان را نمی توان در بند کشید و راهی جهان مردگانش کرد. از این روز که در روایات هرمزدیار می خوانیم زمانه را کناره پدید نیست، بالا پدید نیست و بن پدید نیست، همیشه بوده است و همیشه باشد، همیشه خواهد. زمان را نمی توان در بند هیچ خدایی گرفتار. این اندیشه زرمانگرائی دامنه ای آنچنان فراخ پیدا کرد که دو تیره از تیره‌های اسلامی به نام‌های قدریه و دهریه نیز از آن مایه گرفتند و هستی را گرفتار در بند زمان دانستند. مولوی بلخی هم در سروده‌های خود به این بازیچه بودن هستی در دست زمان اشاره‌ای دارد، آنجا که می‌گوید هر زمان نو می‌شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. و باز میگوید من این ایوان نه تو را نمیدانم، نمیدانم. من این نقاش جادو را نمیدانم، نمیدانم. همی گیرد گریبانم، همی دارد پریشانم. من این خوشخوی بدخو را نمیدانم، نمیدانم. یکی شیری همی بینم جهان پیشش گله آهو، که من این شیر و آهو را نمیدانم، نمیدانم. چو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری، که این بازار و این کو را نمیدانم، نمیدانم. زمین چون زن فلک چون شو، خورن فرزند چون گربه. من این زن را و این شو را نمیدانم، نمیدانم. ز دست و بازوی قدرت به هر دم تیر میپرد، که من آن دست و بازو را نمیدانم، نمیدانم. سروده بسیار زیبایی است. امیدوارم زمان داشته باشید و نگاهی به دیوان شمس بیندازید. در بندهش که یکی از گرانمایه ترین ماندمان های ادب ایران در شناخت اسطوره های ایرانی است، می خوانیم هرمزد در بالا با همه آگاهی و بهی زمانی بیکرانه در روشنایی بود و اهریمن در تاریکی به پس دانشی و زدار کامگی در پایین. زدار کامگی منش ویرانگری و تباه کنندگی است. در روزگار ما حکومت ننگین دامن اسلامی را زدار کامی می گویند. زدار کامگی در نهاد و درون مایه این حکومت است. بنابراین نمی توان آنگونه که اصلاح طلبان می گویند و می خواهند با بزک کردن رخسار سرشت آن را هم دگرگون کرد. نمی شود. باید از بی خوبون برانداخته بشود، چرا که زدار کام است. تا اینجا دانسته شد که
هرمزد که همان اهورامزدا خداوند جان و خرد باشد، آفریدگار زمان نیست، بلکه خود پدید آمده از زهدان زمان است. هرمزد به همه آگاهی بدانست که اهریمن هست، برتازد و جهان را به رشک کامگی فرو گیرد. پس هرمزد برای هماوردی با اهریمن به مینوعی آفریدگان را برای هماوردی با اهریمن فراز آفرید. این آفریدگان 3000 سال بی اندیشه و بی جنبش و بی پیکر ایستادند. در هستی شناسی ایرانی همیهنانم، مینو در رو در روی گیتی جا داده شده است. در اینجا میبینیم که میتوان گفت اشاره به جهان اندیشه است. هنگامی که میگوید هستی را در جهان مینو آفرید و 3000 سال بی جنبش و بی پیکر بودند، یعنی در اندیشه بود. درست همان گونه که فرانما یا طرح یک بنا یا یک ساختمان یا یک پل در اندیشه یک مهراس یا مهندس رخ نشان می‌دهد، ولی هنوز پیکر هستی ندارد. بنابراین هرمزد پیش از این که گیتی را به پیکر هستی درآورد، نخست آن را در اندیشه خود پدید آورد. اهریمن به شوند پس دانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. پس دانشی در شم بیدانشی نیست، آن گونه دانش است که پس از اینکه پیش آمدی رخ داد، آنگاه از چگونگی آن آگاه می شود. درست مانند ما مردم ایران که 33-34 سال پیش به خیابانها آمدیم و مانند دیوزده ها فریاد کشیدیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بی آن که بدانیم جمهوری اسلامی چگونه حکومتی است و برای ما مردم نگونبخت دور افتاده از دانش چه سرنوشتی را در چنته دارد. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. پس اهریمن که همان خمینی باشد، از آن ژرف پایه برخاست، به مرز دیدار روشنان آمد. چون هرمزد و آن روشنایی ناگرفتنی را بدید، از روی زدار کامگی و رشک گوهری فراز تاخت و چون پیروزی خود را بر اهریمن شدنی دانست، پس به جهان تاریک بازگشت و دیوان بسیار آفرید، آن آفریدگان مرگاور را. پس دانسته شد که این حوزه های علمیه که ملایان و روزخان ها و حجت الاسلام ها و آیت الله ها و دیگر دین کاران کجندیش در آن زاده می شوند و می بالند و موریانوار خرد و اندیشه مردمان را می جوند و روزگارشان را تباه می کنند، همه و همه آفریده اهریمنند و برای نبرد با جهان نیک اهورایی پدید آمدند. هرمزد چون آفرینش اهریمن را بدید، آن آفرینش سهمگین، پوسیده، بدبو، بد آفریده، بد هنجار، تباهی بخش، او را پسند نیفتاد و ایشان را بزرگ نداشت. وارون ما مردم ایران که همواره بدان را بزرگ می‌داریم و نیکان را خوار می‌شماریم، ولی خداوند چنین دیست. اهورامزدا نیکان را بزرگ می‌دارد، نه بدان را. سپس اهریمن آفریدگان هرمزد را بدید، بس ژرف، پرشکوه و پیروزگر، او را پسند افتاد و آن آفرینش و هرمزدی را بزرگ دانست. آنگاه هرمزد با دانستن اینکه فرجام کار آفرینش به چه آیین خواهد بود، در رویارویی با اهریمن راه آشتی برگزید و به اهریمن گفت: اهریمن،
بر آفریدگان من ستایش بر، تا به پاداش آن بی مرگ، بی پیری، نافرسودنی و ناپوسیدنی شوی. اگر نبرد را نیاغازی، خود را از کار نیفکنی و ما هر دو را سود در برست. ببینید جرفای اندیشه ایرانی را، خدا ای را در اندیشه پدید می آورد که جنگ جو نیست، خواهان جنگ نیست، همواری در جستجوی راه آشتی است، می خواهد که آشتی برپا بشود نه جنگ. جنگ کار اهریمن است. اهریمن گفت بر آفریدگان تو یاری نبرم و آن را ستایش نکنم، بلکه تو و آفریدگان تو را نیز جاودانه بمیرانم و همه آفرینش تو را به نادوستی تو و دوستی با خود بگرمانم. به سخن دیگر، اهریمن که همزاد خمینی بود جنگ را برکت شمرد و گفت جنگ جنگ تا پیروزی. در این بخش از داستان همیهنانم نکته دیگری هم بود که امیدوارم از دید نکته سنج شما فرهنگیاران گرامی پنهان نمانده باشد، و آن این که هرمزد به اهریمن گفت بر آفریده های من ستایش بر، تا به پاداش آن بی مرگ، بی پیری، نافرسودنی و ناپوسیدنی شوی. و اهریمن گفت بر آفریدگان تو یاری نبرم و آن را ستایش نکنم، بلکه تو و آفریدگان تو را نیز جاودانه بمیرانم و همه آفرینش تو را به نادوستی با تو و دوستی با خود بگرمانم. اگر این گفتگوی هرمزد و اهریمن را با گفتگوی الله و شیطان در قرآن کنار هم بگذاریم، آنگاه خواهیم دانست که سلمان پارسی چه دستگلی به آب داده است. من گفتگوی الله و شیطان را نیز از آیه دهم سوره اعراف برای شما میخوانم تا همانندی ها را پیدا کنید. میفرماید و همانا شما آدمیان را بیافریدیم. الله میفرماید همانا شما آدمیان را بیافریدیم و آنگاه که بدین صورت کامل آراستیم، فرشتگان را به سجده آدم مأمور کردیم. همه سجده کردند جز شیطان. الله به او گفت چه چیز ترا مانع از سجده آدم شد؟ شیطان گفت من از او بهترم. الله به شیطان گفت از این مقام فرود آی که تو را نرسد تکبر و نخوت ورزیدن، برو که از جمله فرومایگانی. شیطان گفت چون مرا گمراه کردی، من نیز بندگانت را از راه راست گمراه گردانم، آنگاه از پیش رویت و از پشت سر و طرف راست و چپ آنان برایم و هر یک از قوای ادراکی آنان را به میل باطل کشانم. ببینید همانندی را، تنها دگرسانی یا ناهماهنگی میان این دو داستان این است که در داستان ایرانی هرمزد خواهان جنگ نیست، چرا که می داند که هر دو سوی جنگ زیان خواهند دید. از این رو به دستاویزهای گوناگون راه دوستی می جوید. ولی در داستان قرآنی این الله هست که جنگ را آغاز می کند و آفریده های خود را بی هیچ پدافند در زیر پای شیطان رها می کند تا از پس و پیش و بالا و پایین و چپ و راست بر مردمان یورش بیاورد و روزگارشان را تباه کند و در پایان راه الله هم به پادفره این که فریب شیطان را خورده اند روانی دوزخشان کند و شیطان را شیرین کام بگرداند. این تنها نکته است که ناسازگار است
با داستان آفرینش ایرانی. اهریمن پنداش که هرمزد در برابر او بیچاره است و بدین روی آشتی پیش آورده است. پس هرمزد به اهریمن گفت که زمان بگذار تا کارزار کنیم. بدین پیمان تا 9000 سال فراز افکنیم. هرمزد به همه آگاهی بدانست که اهریمن را در زمان میتوان از کار افکند و اهریمن به پس دانشی و ندیدن فرجام کار بدان پیمان هم داستان شد. هرمزد به همه آگاهی بدانست که در این 9000 سال 3000 سال همه کام هرمزد رود. این 3000 نخستین آن دوری است که باشندگان در جهان بی جنبش اندیشه به سر می برند و هنوز به جهان پر جنبش گیتی در نیامدند. خورشید بود ولی روشنایی و گرما نداشت. آبها بودند ولی خروش و خیزابه نداشتند. باد بود ولی نمی وزید و گیاهان را به دستفشانی وانمی داشت. گیاهان بودند ولی رویش و بالش نداشتند. جانوران بودند و مردمان ولی در چرخه زایش و میرش نبودند. همه چیز بود ولی هیچ نبود. آنگاه هرمزد رو کرد به آفریدگان جهان مینو و گفت ای باشندگان جهان مینو. از اینجا نمیخوانم از روی نوشته بندهش، برای که این بخشای پراکنده هستند در جای جای نامه های دینی و نامه های ادب ایران، آنچه را که در یاد دارم برای شما بخونم. هرمزد به رو میکند به جهان مینو، به آن باشندگان جهان مینو و میگوید که ای باشندگان جهان مینو، دیدید که اهریمن به جهان روشن ما یورش آورد تا تباهش بگرداند. درست همان گونه که خمینی 34 سال پیش از ژرفای روان تاریک خود برخاست و به جهان روشن ما یورش آورد و همین چیز را به تباهی کشد. هرمزد میگوید به همه باشندگان جهان مینو که من و شما هم آنجا بودیم. میگوید اگر من به شما پیکر گیتی بپوشانم و شما را به کالبد هستی درآورم، آیا آماده اید که به یارمندی من به نبرد با اهریمن برخیزید؟ ما همه گفتیم آری ای خداوند، آری. او پرسید، از ما پروانه خواست، از ما اجازه خواست و ما گفتیم آری پروانه داری، به ما پیکر گیتی بده. بسیاران بودند که گفتن نه و به هستی در نیامدن، در همان ناهستی بر جا ماندن. آنگاه هرمزد باشندگان جهان مینو را با پروانه خودشان کالبد گیتی بخشید. پس خورشید درخشیدن آغاز کرد، آبها روان گردیدند، ابرهای بارانزا به دست افشانی و به خود افشانی پرداختند و با افشاندن خود زمین را تر و تازگی و خرمی بخشیدند. بادها وزیدن گرفتند، گیاهان و جانوران چرخه ناایستای رویش و بالش و زایش و میرش را آغاز کردند و بدین ترتیب نبرد کیهانی نیکوبت درگیر شد. در این بخش از داستان آفرینش ایرانی چند نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه هرمزد مانند الله قادر متعال نیست، قادر متعال نیست و این نکته است بسیار زیبا و بسیار اندیشه انگیز که هرمزد خدای ایرانی در هستی شناسی ایرانی قادر متعال نیست. هرمزد برای نبرد با اهریمن بگیتی پیکر پذیرفته
و به ویژه به مردم که ما ایم نیاز دارد. او نیازمند ما هست، نه اینکه ما را دوست دارد، البته دوست دارد، ولی نیازمند ما هست، همان گونه که ما نیازمند او، همان گونه که ما نیازمند هستیم، ولی او بیش از ما که به او نیاز داریم، او به ما نیاز دارد. در اینجا خدا بدون یارمندی آدمی توان پایداری در برابر اهریمنی رایات اهریمن را ندارد و این یکی از زیباترین چشماندازهای فرهنگ ایران است. در اینجا وارون دینهای ابراهیمی آدمی عبدالله نیست، بنده خدا نیست، یک بازیچه ناتوان و بدون شایندگی یا اختیار در دست سپهر نیست. در اینجا آدمی دستیار خدا در کار آفرینش و در نبردی پیروزگر با اهریمن است. این است جایگاه آدمی در هستی شناسی ایرانی. خدا قادر متعال نیست، او به من نیازمند است، به من نیاز دارد و به تو. دوم این که در اینجا هیچ نشانی از جبر و تقدیر و زور و فشار و خواست خدا و مشیت الهی نیست. همه چیز بر شالوده خواست و آرمان آدمی استوار است. خدا بدون پروانه من نمی توانست مرا بیافریند، از من پروانه گرفت، پرسید که اگر من تو را به پیکر گیتی درآورم، آیا مرا در نبرد با اهریمن یاری خواهی داد؟ ما همه گفتیم آری، با آمدی. پس ما جنگاورانی هستیم در سپاه شکست ناپذیر خداوند که به خواست خود به این میدان آمدیم. جنگ‌افزار ما در این نبرد بزرگ پیروزگر راستکاری، پیمانداری، خردورزی، نیک اندیشی، نیک گفتاری، دلیری، دادگری، میهندوستی، مهربانی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، بنا کردن خانمانهای آباد، دوری گزیدن از دیو خشم خونین درفش، تنس پردن به دیو نومیدی، نوسازی و بهسازی جهان، خوشنود کردن دیگران، پشت کردن به اندوه و سوگواری و روی کردن به شادمانی و شادزیوی و شادخاری و شادنوشی و شادی پراکنی و جز این هاست. پس ما دستیاران خداییم، نه بندگان خدا، نه عبدالله. در اینجا از گناه نخستین هم نشانی در میان نیست. آدمی در همان آغاز گناهی نکرده است که زمین تبعیدگاه او بشود، دیر خراب آباد بشود و به پادفره گناه او زمین زیر لعنت خدا جا بگیرد. ما با گزینش خود به جهان آمده ایم تا به یاری خدا برخیزیم، خدا را یاری برسانیم و برای شکست دادن اهریمن زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. در اینجا خود را خار شمردن، پشت به داده‌های گیتی کردن، خود را بنده بیچاره در برابر روزگار و سپهر و تقدیر دانستن، دشنامی است به هستی بخش دانا و ارمغانی است به اهریمن. نکته دیگر این که دین کاران برای گمراه کردن مردمان این پرسش را در ذهن مردم پدید آوردند که پس فلسفه وجودی آدمی بر روی زمین چیست؟ پاسخ را هم خودشان پیشاپیش نوشتند که آدمی باید دیندار باشد، اوامر و نواهی دین را بپذیرد،
شریعت مدار باشد، به زیارت مردگان برود، در راه الله جهاد کند، دست و پای کافران را وارون یکدیگر ببرد و زمین را با خون کافران رنگین بسازد. در فرهنگ ایران نیز آدمی برای جنگیدن به جهان آمده است، ولی همیهنانم سرشت این جنگ از جنس دیگری است. در اینجا کشاورزی که زمین را شخم می‌زند و تخم بر زمین می‌پاشد در جنگ بادی و گرسنگی است. و هنگامی که خرمن را برداشت می‌کند، دیو گرسنگی را شکست داده است. او سرباز پیروز اهورامزدا است. پزشکی که در بیمارستان بیماران را یاری می‌رساند تا تندرستی خود را بازیابند، در جنگی سرنوشت‌ساز با دیو بیماری است. او پیش از این که یک پزشک باشد یک سرباز است. خونیاگری که در کار خونیاگری است دارد با دیو اندوه می جنگد. خروسی که بامدادان بانگ بر می کشد به جنگ با دیو تنبلی برخواسته است. مهندس و بنایی که در کار ساختنند به نبرد بادی و ویرانی به میدان آمدند. ابرهای سیاه بارانزا با جنگ‌ابزار آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکسالی سپاه آراستند. کران تا کران کیهان آوردگاه نیکو بد است. و برابر افسانه‌ای که در بندهش آمده، در این 3000 سال در آمیختگی نیک و بد کام هرمزد و اهریمن رفت. درست همانند روزگار ما که نیک و بد آنچنان به هم آمیختن که شایست از ناشایست باز شناخته نمی شود. مردم زشت خو اهریمن زادگان را نیک می پندارند و بزرگشان می دارند و نیکان را یا از کشور آواری می کنند و پروانه آرمیدنشان را به اندازه گوری در خاک میهن نمی دهند و یا در پای دیوار ننگین خشت الله اکبر بر اکبار گلوله می بندند. در هزاره سوم و در نبرد فرجامین اهریمن را توان از کار انداختن و پتیارگی را از آفرینش باز داشتن. پتیارگی در چم آسیب رسانی است. هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سود خواستار و فرزانه و سامان بخش و افزونگر و نگران همه شد. هرمزد به روشنی بدید که اهریمن هرگز از پتیارگی نگردد و آن پتیارگی جز به آفرینش از کار نیفتد و آفریدگان را جز به زمان گسترش نباشد، ولی اگر زمان را بیافریند آفریدگان اهریمن نیز فزونی یابند. در اینجا اشاره به زمان کرانمند می کند، چون هستی تنها در زمان کران پذیر پدیدار می شود. در زمان بیکرانه هیچ پدیده ای توان رخ نشان دادن ندارد. ولی نکته اینجاست که اگر زمان را پاره پاره کند، اهریمن نیز بر آفریدن دیوان توانا خواهد شد. ولی چاره‌ای نیست، باید که زمان را برش دهد تا کار آفرینش بسیجیده بشود. پس به ناچار برای از کار افکندن اهریمن از زمان بیکرانه زمان درنگ خدای را فراز آفرید که آن را زمان کرانمند خوانند. و در این زمان کرانمند خدایی، فرزانگی، نام‌آوری و برتری پدید آمد. بدین ترتیب دانسته می شود که خدا هم با همه توانمندی های پیدا و ناپیدایش
نمی تواند در زمان بیکرانه چیزی بیافریند و یا خدایی کند. از این روز که می گوید هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سود خواستار و فرزانه و سامان بخش و همه افسونگر و نگران همه شد. این نکته در هستی شناسی ایرانی بسیار شایان ژرف نگریست. اگر زندگی به جا باشد در آینده یکی از برنامه ها را ویژه این جستار خواهیم کرد. چون هرمزد آفریدگان را بیافرید، زمان درنگ خدای نخستین آفریده بود، زیرا پیش از آمیختگی زمان بیکرانه بود و هرمزد از آن زمان بیکرانه زمان کرانمند را آفرید. ببینید، باید در اینجا ژرف نگری داشت. زمان بیکرانه را هرمزد نیافرید است. خدا آفریدگار زمان بیکرانه نیست، خدا آفریدگار زمان کرانپذیر و کرانمند است. برای آفریدن خدا زمان را پاره 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 و تکه تکه کرد و در هر تکه ای چیزی پدید آمد. چنین گوید در دین که زمان از هر دو آفرینش نیرومندتر است، از آفرینش هرمزد و نیز از آفرینش اهریمن نیرومندتر است. زمان یابنده جریان کارهاست. داوری به زمان توان کردن. به زمان است که خانمان برافکنده می شود، همان گونه که خانمان ما ایرانیان برافکنده شد. در زمان در زمان است که آراسته فرو شکسته می شود. کسی از آن مردمان میرنده از زمان رهایی نیابد. سید علی خامنه‌ای، گوش می کنی؟ تو را می گوید کسی از آن مردمان میرنده از آن رهایی نیابد، نه اگر به بالا رود، نه اگر به بالا پرواز کند، نه اگر به نگونی چاهی کند و در چاهی نشیند. یعنی اگر به بن چاهی جمکران هم فرو بنشینی، از دست زوراور مرگ رهایی نخواهی داشت، و نه اگر در زیر چشمی آبهای سرد فرو رود. ما همه خوراک مرگ هستیم. سید علی خامنه‌ای، گوش میکنی این سخنان را؟ ای کاش گوش میکردی. ما همه خوراک مرگ هستیم. هر زاد شدنی یعنی که مرگی، هر گهواری یعنی که گوری. ای کاش که شما زشت خو اهرمن چهرگان اندکی اندیشه می کردید. این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویینتن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. تا شما ستم پیشگان فرومایه بدانید که چراغ زندگانیتان در گذرگاه باد است، و این همه به آفریده های هرمزدی ستم روا ندارید. خب، تا اینجا جایگاه زمان را در هستی شناسی نیاکان فرمندمان شناخت. اینک بپردازیم به چگونگی شمارش این پاره های زمان. شک نیست که دانش گاه شماری هم مانند همه دیگر آیین‌های روستانشینی و شهریگری با کشاورزی پیوندی تنگاتنگ دارد. مردم کشتورز بیش از مردم کوچورز و شکارگر به شناخت چگونگی چرخی زمان نیاز داشتند، پس به ژرف نگری در آن پرداختند. برای پیدا کردن ریشه‌های این دانش باید به کنار رودهای بزرگ مانند رود نیل در مصر و رودهای دگله و پرات در میان رودان برویم که گهواری تمدن و آیین‌های شهریگری در جهان بودند. برویم و کار جستجو را
از همانجا باید بگیر. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مصریان نخستین مردمی بودند که از گاه شمار خورشیدی 365 روزه بهره گرفتند و در پی آنان بابلیان نخستین مردمی بودند که سال را به 12 ماه 30 روزه و هر ماه را به 4 هفته بخش بندی کردند. فردوسی هم در بخش آفرینش جهان اشاره‌ای به این زمان بندی دارد، آنجا که میگوید پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو، ابر 10 و 2 7 شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جا. 10 و 2 همون 12 ماه هست و هفته که کت خدایی می کند بر این ماه ها. مردم بابل در هر 6 سال 1 ماه بر شمارش ماه ها می افسودند تا دوباره هر ماه بتواند در جای خود جا بگیرد. این شیوه گاه شماری در اروپا نیز پذیرفته شد تا اینکه در سال 45 پیش از میلاد یکی از فرمانروایان روم به نام جولیوس سزار بر پایه اخترشناسی یونانی گاه شمار دیگری را جایگزین آن کرد که به نام گاه شمار جولیانی یا یولیانی شناخته شده است. گاه شمار ایرانی کم و بیش همان بود که در مصر و در بابل به کار گرفته می شود. پس از زاده شدن اشورزرتشت ورجاوند و بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشی به دست کوروش بزرگ، گاه شمار ایرانی دچار دگرگونی های بنیادی شد و اندک اندک هنجار شایسته تری پیدا کرد. در این گاه شمار سال را هماهنگ با چرخی زمین به گرد خورشید به 12 ماه 30 روزه و 1/5 5 روزه بخش بندی کرد و هر روز از ماه را به نام یکی از امشاسپندان یا ایزدان و برخی از آفریده های نیک خداوندی نامیدند و هر یک از 5 روز 50 را نیز به نام یکی از 5 بخش گات های زرتشت نامگذاری کرد. از اونجا که زمان نشست امروز به پایان رسید، اگر بخواهم نام روزها رو بشمارم زمان بسنده نخواهد بود، بنابراین ادامه این سخن رو میگذاریم برای نشست فردا و تا فردا اگر زندگی به جا باشد همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.